سلام خدمت همه شما دوستای عزیز، من الان هستم با یک ویدیوی آموزش 0 تا 100 کاراکتر دیگه در خدمت شما. تو این ویدیو با هم دیگه اومدیم 0 تا 100 یکی از قوی ترین کاراکترهای 4 ستاره بازی رو بررسی کنیم. این کاراکتر کسی نیست به جز سینچو. پس تحت هیچ شرطی این ویدیو رو از دست ندیم و تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. دومین فرزند رئیس انجمن تجاری فیون و یک هنرآموز خودخوانده قبیله گوهوا و صد البته یه دونه کرم بیمار کتابخون به معنای واقعی که آرزو داره یک شوالیه مثل اسطوره های توی کتاب های مورد علاقش بشه. سینچو از بچگی به عنوان یک بچه درسخون و مؤدب شناخته میشه که در واقع این چهره خوشمشرب سینچو نقابی برای یک شخصیت دیگشه، یک ماجراجوی پر از شیطنت و بیباک. سینچو در بین دوستاش به عنوان یک آدم حراف و بازیگوش شناخته میشه که این رفتار رو هیچ وقت جلوی بزرگترها نشون نمیده، برخلاف برادر بزرگترش که خودشو تمام و کمال وقف کارهای انجمن کرده. سینچو اصلا دل به کار نمیده و همین موضوع باعث شده تو خانواده به مشکلات متعددی هم بخوره. خب با هم دیگه داستان سینچو رو دیدیم. بچه سینچو یکی از بهترین کاراکترهای بازیه. اگه که تا الان لول اپش نکردین همین الان لول اپش کنید و بیاین ویدیو رو نگاه کنید و دیگه میتونید بعد از ویدیو لول اپش کنید. خب اینم آپشنیه که بتونید بی نهایت از این کاراکتر استفاده کنید. واقعا هر کی لول اپ نکرده این کاراکتر باخته تا اینجا. خب بدون معطلی بریم سراغ کیت کاراکتر تا بهتون توضیحش بدم. خب با پسیو ترن تا شروع میکنیم. بریم سراغ پسیو اولش. خب داره میگه که چی؟ زمانی که رین سوردتون حالا یا شکسته شد یا زمانش تموم شد، به تعداد سوردی که باقی مونده به ازای 6% از ماکس اچ پی سینچو هیل میده. حالا یه دونه مونده بود 6%، دوتا مونده بود 12%، بیشتر مونده بود دیگه به تعدادشون همونجوری میریم بالا. حالا این رین سورد چی است؟ جلوتر باشه آشنا میشیم. بریم سراغ پسیو ترنت بعدی. داره میگه که سینچو شما 20% هایدرو دمیج بونس میگیره. داره یه جورایی میگه آقا قرار دمیج بزنه این کاراکتر. ما میگیم اوکی. بس در. پسیو ترنت بعدیش واقعا این خیلی به کار میاد. زمانی که دارین تالنت بوک کاراکتراتون رو حالا کرافت میکنید میتونید از سینچو استفاده کنید. هر زمانی که کرافت کرد اون متریالی که استفاده کرده رو ممکنه برگردونه. 25% شانس این داره که یکی از اون متریال رو برگردونه براتون و خب بیشتر میتونید کرافت کنید تو این زمینه. بریم سراغ نورمال اتکاش. نورمال اتکاش مثل یک سورد یوزر کاملا عادی و هیچ چیز خاصی نداره که اصلا بخوام بهتون توضیحش بدم. پس ایگنورش میکنیم. میریم سراغ اسکیلش. اسکیلش رو نگاه کنید. یک دمیج داره که 350 به علاوه 406 توی لول 13ه. یعنی از بالاتر نمیره لول متاسفانه فعلا. میگم میکردم همینجا هی فشار میدادم بره بالا. خیلی خوب واقعا دابل کراونش، حالا دابلش نه ولی یه دونه کرامش 100% میصرفه روی برستش. البته نه اسکیلش، من اسکیلش هم دوست دارم، اسکیلش هم کرام کردم. خب ببینید داره میگه که چی؟ دمیجی که داره میزنه چرا دو تا عدده؟ به خاطر اینکه دو بار میچرخه. یه بار پای راستو میچرخونه یه شمشیر میزنه، دوباره پای چپو میچرخونه یه شمشیر دیگه میزنه و این دمیجا رو پیاده سازی میکنه تو صورت انمی. دمیج ریداکشنی که داره چیه؟ زمانی که شما این اسکیلو بزنی 3 تا سورد میاد دور کاراکتر اکتیویت. حالا اگه خود سینچوی که خودش، اگه نه مثلا بقیه کاراکتره کنارش. زمانی که 3 تا سورد اومد کنارش یه طور اینجا داره لوس میکنه همینجا همه رو با تصویر نشونتون میده. خیلی من واقعا راضیم. دست در نکنه. خدا حفظت کنه ایشون. بعد اینجا سوردا میان کنار کاراکترتون. حالا این سوردا چیکار میکنن براتون؟ اول که 15 ثانیه سوردا کلن بالاه و زمانی که حالا قرار شما دمیج بخونید 30%، یعنی حالا 29% دمیجی کمتری میخورید. این خیلی چیز خوبیه. بعد این قسمت هم که دیده بودید گفتم آخرش زمانش تموم شه هیل میده. اینم از این. خب و اینجا هم که توی این قسمتش که دیده بودین توی پسیوش گفته زمانی که بشکنه این سورده، یعنی ست سوردتون یکیش ضربه بخوره بشکنه، هر شکستن 6% هیل میده و خب
میتونین یه جورایی هیلینگ هم ازش استفاده کنین، ولی خیلی هیلینگش آنچنانی هیلینگ نیست واقعا. آره، اینم از دیوریشنش، اینم از کولش. کولش هم 21 ثانیه است، واقعا نسبتاً کولن خیلی طولانی داره، ولی جلوتر بهتون میگم چجوری این مشکل رو حل کنید برای خودتون. بریم سراغ برستش که مهمترین قسمت کیتن کاراکتر. زمانی که شما برست رو میزنید شروع میکنه سیخ پرت کردن با نرمال اتک هر کاراکتر اکتیو، یعنی بین کاراکترتون میره میاد. دیوریشنش 15 ثانیه است بیسیکش. خب یعنی شما 15 ثانیه اینجوری که هر اتکی بزنی سیخ میاد، دو تا سه تا همینجوری تونتون سیخ میاد تو سر کله انمی. خب و هر کدوم از اون سیخاتون داره این مقدار دمیج وارد میکنه که خب واقعا دمیج خوبی داری دایی جان. خب پس در از این سیخا رو سعی کنید سوء استفاده کنید، باهاش دمیج بزنید. کاستش هم نسبتا زیاده، پس در نتیجه باید انرژی ریچارج خوبی هم به این کاراکترتون ببندید. این بود از کل تلنتاش. بریم سراغ کانسلیشن هاش و نکات تکمیلی رو من دیگه اینجا بهتون توضیح میدم که یک سری نکاتی هم که باید انجام بدید تا که کیت کاراکترتون کاملا بهینه بشه و بتونید بهترین استفاده رو ازش ببرید. پس هیچ جایی نرید و با ما همراه باشید. میریم سراغ کانسلیشن هاش. آقا واقعا اگه بنر دیدی که سینچ رو روش بود و کاراکتر 5 درجه خواستی سینچ رو کانس 6 کن یا حداقل کانس 2 کن، بی نهایت قوی میشه این کاراکتر. کانس اسپارکش یکی کانس 2 شه، یکیش هم کانس 6، یعنی جایی که دیگه میترکونه قشنگ. حالا بازم همه کانسا رو بهتون بگم. این رین سوردایی بود که دورتون 3 تا بود با کانس 1 میشه 4 تا. خب این خب اوکی خوبه. کانسلیشن بعد میگه زمانی که برستتون رو اکتیو میکنید، اول که زمانش 3 ثانیه افزایش پیدا میکنه. زمان پایش چقدر بود؟ 15 ثانیه. 3 ثانیه که بیاد روش میشه 18 ثانیه و کولدانش 20 ثانیه است. یعنی انگار شما فقط 2 ثانیه برست ندارید. اگه بتونید آپ تایم برستتون رو درست کنید که بهتون میگم چطوری، دائما برستتون اکتیو و داره سیخ میزنید تو سر کله ملت، اصلا خداست این کاراکتر. و در کنارش هایدرو رزیست انمی هایی که این سیخای 2 تا سیخ بخوره بهشون 15% مدت 4 ثانیه کاهش پیدا میکنه و خب راحت هم میتونید بهشون دمیج بزنید. پس این کانس دیدین که چقدر کانس خوبیه. کانس 3 برستتون رو 3 لول زیاد میکنه، کانس 5 هم اسکیلتون رو 3 لول زیاد میکنه. خب بریم سراغ کانس 4. کانس 4 اش داره میگه چی؟ میگه زمانی که شما برستتون فعاله، یعنی آقا برست رو زدی بعدش میخوای بیای اسکیل بزنی، خب این قسمت اسکیل شما 50% داره دمیج بیشتری میزنه. پس این قسمت یادتون باشه که حداقل یه دونه از اسکیلاشو بعد از اینکه برستتون رو فعال کرده بزنید که دمیج خودت خیلی زیادی بتونید داشته باشید. اینم از این. بریم سراغ کانس 6 که یکی از مهمترین کانساشه. کانس 6ش کلا خلاصش اینه که این توضیحاتش رو زیاد دقت نکنید ممکنه گیج بشین. داره میگه که آقا این بود 2 تا سیخ 3 تا سیخ 2 تا سیخ 3 تا سیخ. خب یه حالت سوم بهش اضافه میشه، 2 تا سیخ 3 تا سیخ 5 تا سیخ. خب 2 تا سیخ 3 تا سیخ 5 تا سیخ. خب و داره میگه که این اتکی که دارید میزنید به ازای سیخایی که دارید میزنید، اون پنجمی سیخو که زدید 3 تا انرژی هم برای سینچتون ریکاور میکنه که خب اینجا سریعتر میتونه خودشو چارج کنه و این دمیج آوتپوت سینچتون رو خیلی زیاد میکنه. خب 5 تا سیخ انگار کل دمیجی که تا اونجا زدید یه دونه همه اونا رو هم جمع کن دارید در لحظه سوم میزنید که خب خیلی خوبه. اینم از کانسلیشن های این کاری. بریم سراغ سلاحش. آه خدا وکیلی هیچ سلاحی غیر از سکرفیشال سور روش نذارید لطفاً. خب به خاطر اینکه این قضیه 21 ثانیه کولداونی که داره و انرژی کاست بالایی که داره، تمامی مشکلاتی که هست 80% با سکرفیشال سورد حل میشه. در کنارش دمیج اسکیل شما نسبتا خیلی زیاده. خب دو بار داری این دمیج رو میزنی وقتی که سکرفیشال سوردت کریت بکنه و بتونی استفادهش بکنی. و حالا یادم نمید دقیقا از ریفاین چندش رو، فکر کنم از ریفاین 3 یا 2 به بالاش دقیقا با کیت سینچتون همخونی داره. اینجا 21 ثانیه کولن داره، اونم اگه اشتباه نکنم 18 یا 20 ثانیه میشه
کول داونش که بتونید استفاده کنید این چیزشو، یعنی مثلا میدونید توی ریکاین 5-16 ثانیه است، یعنی هر دفعه که من بخوام اسکیل بزنم هست. این خیلی خوبه. حالا اگر احیانا نداری هر سلاح دیگه انرژی ریچارجی کفافه بخواییم روش استفاده کنید، و اگر هم احیانا یه سری های اصلا میخواییم برای نوک دمج بزنید، دیگه سلاح های کلید دمج و کلیتی دیگه دستتون بازه، اون دیگه به من ربطی نداره. ولی من بهتون میگم بهترین سلاح برای سلاح سکریفیشال سورد 4 ستاره است. لطفاً اگه دارید این سلاح حتما همینه بدید بهش، چون که بهترین سلاح برای سیمشون. بریم به سمت بعدی، آرتیفکت. خب توی آرتیفکت همونطور که گفتم فقط یه سلاح بهش بدین، فقط هم یه آرتیفکت بهش بدین، امبلم آف دی سرویت سیت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دمج خودش رو زیاد میکنه. این کاراکتر نیاز به انرژی ریچارج خیلی بالایی داره، و هر چقدر انرژی ریچارجتون بیشتر باشه دمج این که از امبلم داره میگیرین بیشتر میشه، پس داره روی کیتش انگار همخونی داره و دمج سینچوتون خیلی زیاد میکنه. حالا اگر احیانا نخواستی اینو بذاری، دو تا ست هم نوبل اسکیم بتونید دمج آوتپوت خوبی رو از برستش داشته باشید. توی مین استات و ساب استات رو بریم با هم دیگه ببینیم. درسته که کاراکتر هایدرو و دیلوی ساب دی پی اس، ولی باید به صورت دی پی اس بیلدش کنید. کلاهتون کلید باید باشه. لیوانتون حتما هایدرو باید باشه. ساعتتون حتما باید اتک باشه. یا حالا اگر احیانا انرژی ریچارج کم بشه، انرژی ریچارج باشه. و سند و ایناتون هم باشید. پر و گلتون هم که خوب ثابته. توی ساب استاتتون دنبال چه رولایی هستین؟ کریت ریت، کریت دمیج، انرژی ریچارج. تمام. انرژی ریچارج واقعا خیلی مهمه برای این کاراکتر. این رولای آرتیفکتی منه که نگاه کنید، یعنی که من رحم به انرژی ریچارج نکردم و هر جایی که تونستم غیر از این انرژی ریچارج براش گرفتم. دو تا دیگه الان چون که اون یکی کافی بود تا اینجا انرژی ریچارج، سلاحم هم انرژی ریچارجه. اوکی. استات پیشنهادی برای این کاراکتر بالای 220 حالا هم میگن، ولی بالای 200 هم اوکیه. خب ولی 220 باشین خیلی بهتر میشه. خب راحت تر میتونی باش بازی کنی. به خاطر چی؟ الان بذارم دقیقاً بهتون نشون بدم که چرا. خب من برستو که بزنم، اینو میزنم، سکریفیشال سوردم دوباره کار کرد. دوباره میزنم، ببینید برستم پر شد. خب به این دلیل داریم میگیم که شما باید بیای و این مقدار انرژی ریچارج روی این کاراکتر ببندی که بهینه ترین حالات ممکنه رو ازش داشته باشی. توی بقیه استاتای پیشنهادی هیچ پیش واقعا مهم نیست. کریز ریدی کریز دمیج هم دیگه هر چقدر زورت رسید ببندیه. انرژی ریچارج نسبتا از بقیهشون خیلی مهمتره، چون که دمیجی که داره میزنه چون که به صورت مداومه حالا خودش به مرور زیاد دیده میشه. پس در نتیجه سعی کنید بیشتر رو انرژی ریچارجتون کار کنید. حالا اگر تونستید کریت میریتاتون هم تقویت کنید که دی پی اسینگش بیاد بالاتر، دمیج بیشتری بزنه. اتک هم براش خوبه. اگه اتک اومد، چون که دمیجی که داره میزنه با اتک اسکیل هم میشن، به کارتون میاد. این هم از استات پیشنهادی و آرتیفکتش. بریم سراغ گیم پلی استاتش. گیم پلی استایلشو همونطور که حالا توی قبل‌تر بهتون یه توضیح ریز دادم، آیزور همون قبل شده یه کات کمبیه بذار، شما یه جوری که برست رو میزنید یا یه دونه اسکیل میزنید، بعد برست رو فعال میکنید، دوباره اون یکی اسکیل رو میزنید. این در صورتی که سکریفیشال سورد داری. اگه سکریفیشال سورد نداری، مجبوری یه کاراکتر هایدروی دیگه بیاری که بتونی شارژش کنی. اگه نیاری و شارژش کنی، کلن اینجوری که 40 ثانیه یه بار برست داری و خیلی دی پی اس لاست وحشتناکی میگیری از این کاراکتر. پس در نتیجه اینجوری شد که برست میزنی، دوتا اسکیلتو میزنی، چارج میشی، بعد میره دیگه. حالا بقیه 18 ثانیه میتونی فر بخوری، تا 18 ثانیه دیگه نمیخواد بیای روی سینچو. بعد از 18 ثانیه دوباره میای، دوباره همین دو کار انجام میدی از اول و تموم میشه. حالا بریم ما هم دیگه مثلا نگاه کنیم به چه صورته. توی تیم هوتا ما اینو پیاده سازیش بکنیم براتون، نشونتون بدم به چه صورته. خب ببینید الان مثلا خیلی شیک اینجا وای میستیم، بعد ببینید پارتی که داره من چجوری کالک میکنم. این یکی، این دوتا، بعد میام روی یلان برستشو میزنم، میبینید الان نصف پارتیکلاش پر شد. اینجا کل پارتیکلا پر. خب بعد الان به خاطر اینکه دوتا هایدرو دارم توی این تیم، خب الان مشاهده میکنید، میبینید
من الان تقریبا جفتشون پره. حالا اینجا دوباره میرسیم اینجا، دو ثانیه بعد صبر کنیم که اسکیلم بیاد. اسکیلم هم که اومد اسکیلو میزنیم. اینو یلان دوباره اوکیه. اینجا میخوام دمیج بزنم بابا کجا در میری. خب بعد راحت اینجا ناکنی همه اتکای هوتاب من داره قشنگ وید میخوره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سینچو و یلان با هم دیگه دارن هی هاید رو اپلای میکنن روی انمی. پس گیم پلیش خیلی راحته، اصلا نیازی نیست باش آن فیلد بازی کنید، میذارنش آف فیلد و خدات دمیج میکنید سکوشوات انمی میزتشون. تیمای پیشنهادی هم که برای سینچو میتونم بهتون بگم، یکیش همین تیمی که الان دیدیم، تیم ریورس ویپ هوتاوه. دیگه توی تیم نشنال مثلا اینجا جای یلن میتونید کازو میتونید سینچو بذارید. توی تیم بلوم نیلو سینچو خیلی نقش خوبی رو میتونه ایفا کنه. اگه نمیخواید مثلا کوکومی چیزی بذارید، میخواید مثلا دابل هاید رو دابل دند رو برین، حالا الان ممکنه بپرسین واجو این وسط چی میگه. توی تیم بلوم نیلو بعدن متوجه میشید. دیگه توی تیم مثلا توی این تیم هم میتونیم جای یلان دوباره بذاریم. هر جایی که یلان ما بخوایم پیاده سازی بکنیم، سینچو رو دقیقاً جاش میتونیم بذاریم. مثلا توی این تیم دابل هاید رو بخوایم ببریم توی تیم هایپر بلوم، یلان و سینچو بهترین نقش رو عمل میکنن وسط، یعنی پیاده سازی میکنن. دیگه توی تیم بوم بوم باکودایی که حالا ابداع کردیم با بچه‌ها دور هم دیگه، واقعا تیم خفنیه این و میترکونه، لذت بخش بود. دیگه همین دیگه، این بساتون همین باتیم. خب مطمئنم کلی از سینچو و گیم پلیش خوشتون اومده و کلی چیزای خفنی که نمیدونستید از سینچو یاد گرفتید. حتما این ویدیو رو لایک کنید، برای تک تک دوستاتون هم بفرستین که اونا هم سینچو رو شونو همین الان بعد از دیدن ویدیو بیان بیلد کنن، به خاطر اینکه نمیدونن چه چیز مهمی رو دارن از دست میدن. سینچو تقریبا توی 60-70% تیم‌های متفاوت بازی قابل پیاده سازی که میتونید راحت اون وسط ازش استفاده کنید. این ویدیو رو برای تک تک دوستاتون بفرستین که اونا هم بتونن از سینچو بهترین استفاده رو ببرن. حتما این ویدیو رو هم لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن هم که دیگه یادتون نره. حتما نظرات و انتقاداتتون راجع به این سری از ویدیوهامون بنویسید توی کامنت ها، و هر مدل ویدیو دیگه هم که دوست دارید براتون درست کنم توی کامنت ها بنویسید که اون کانتنت ها رو براتون تولید کنید و بتونید بیشتر و بیشتر و بیشتر از کانال ما سوء استفاده کنید. بازم مثل همیشه دیگه حرف خاصی باقی نمیمونه، تا درودی دیگه همه شما رو به آرکان های بزرگ میسپارم. بدرود.